سلام، امروز 26 اپریل 2020 هست که در خدمتون هستم. امروز قصد دارم که مختصری راجع به اختلال آتیزم یا اوتیسم یا در خودماندگی و آسپرگر صحبت کنم. فکر میکنم که دوستان زیادی بودن که سوالاتی مطرح میکردن، هم در مورد فرزندانشون نگرانی هایی داشتن و حالا دوستانی هم بودن که در طی دوران بزرگسالی یک فردی که مبتلا به اوتیسم یا آسپرگر هست باهاش حالا برخورد داشتن، حالا فرزندشون بوده یا همسرشون بوده و میخواستن که سوالاتی رو پاسخگو باشم که فکر میکنم که بد نباشه صحبتهایی رو امروز راجع به این مسئله با هم داشته باشیم. خب اصولا اوتیسم و آسپرگر چه نوع اختلالی هستن و چه مسائلی رو فرد باهاش روبرو هست؟ اختلال اوتیسم و آسپرگر مسائلی که فرد باهاش دست و پنجه نرم میکنه مشکلاتی توی حوزه رشد اجتماعی و رشد ارتباطی هست و گاهی وقتا هم یه سری علاقه های خیلی خاص و شدید توی این افراد وجود داره و یک سری از رفتارهای تکراری رو هم ما توی این افراد میبینیم. یعنی در واقع توی سه حوزه این افراد دچار مشکل هستن. یک حوزه اجتماعی هست، حوزه ارتباطی و مسائل و رفتارهای تکراری که ما توی این افراد مشاهده میکنیم. خیلی از اوقات توی افرادی که آتیزم دارن یا اوتیسم دارن اختلالات یادگیری و تأخیر زبانی رو هم مشاهده میکنیم که حالا این اختلالات یادگیری و تأخیر زبانی خیلی وقتا باعث میشه که توی حوزه های شغلی و تحصیلی این افراد دچار مشکلاتی بشن و اون توان بالقوه‌ای که اون افراد دارن توی این حوزه ها اونا رو دچار مشکلاتی میکنه و خب علاوه بر این میتونه توی حوزه هایی که میخوان مسائل رفت در واقع مراقبت های شخصیشون رو انجام بدن و تو حوزه هایی که باعث میشه که اونها بتونن مستقل تر عمل بکنن اونها رو دچار مسئله و مشکل بکنه، که خب این تعریف نشون میده که ما توی آتیزم توی اوتیسم با مسائل و مشکلات بیشتر از آسپرگر روبرو هستیم. خب به خاطر اینکه این افراد وقتی که دچار مشکلات یادگیری هستند، دچار اختلالات یادگیری هستند و حتی حالا مسائلی دارن که نمیتونن کارهای شخصی خودشون رو انجام بدن و مستقل عمل بکنن، در نتیجه خب پیچیدگی های بیشتری رو به عنوان یک اختلال در این افراد میبینیم تأثیرش رو. خب این که حالا یک خصوصیت، یعنی اگه فکر بکنیم که فقط توی حوزه ارتباطی این افراد مشکل داشته باشن نمیتونیم بگیم که اینها اوتیسم دارن یا آسپرگر دارن. معمولا باید حداقل توی دو تا از این موارد دچار مسئله باشن، حالا یا توی حوزه رشد مهارت‌های ارتباطی هست یا توی و علایق خاص و شدید و یا توی دوتای دیگه، یعنی باید از این سه تا حوزه نابهنجاری که یکی ارتباطی هست، یکی اجتماعی هست و یکی رفتارهای تکراری هست، باید حداقل دو تا از این موارد رو ما در این افراد ببینیم تا بتونیم تشخیص اوتیسم رو براشون قائل بشیم. خب توی سندروم آسپرگر ما تأخیر زبانی رو نداریم و معمولا افرادی که سندروم آسپرگر دارن از سطح هوشی متوسط یا بالاتری برخوردار هستن. این در حالی هست که ما توی افرادی که دچار اختلال اوتیسم هستن سطح هوشی کمتر، متوسط یا بالاتر از متوسط رو مشاهده میکنیم. بنابراین خب توی اوتیسم معمولا اختلال وسیع تر مشاهده میشه.
این که صحبت از تأخیر زبانی میکنیم بیشتر منظورمون این هست که خب بدونیم اصولا ما به چه چیزی تأخیر زبانی میگیم. تأخیر زبانی رو وقتی قائل هستیم که این موارد رو نبینیم توی دوره رشدی کودک. ما انتظار داریم که یک کودک 2 ساله بتونه کلمات جدا جدا رو مطرح بکنه توی صحبت کردنش و توقع داریم که یک کودک 3 ساله دیگه بتونه عبارات به هم پیوسته رو بگه، یعنی جملاتی رو بیان بکنه. و وقتی که چنین چیزهایی رو نمیبینیم، در واقع میگیم که با یک تأخیر زبانی روبرو هستیم. خب تو این سالها خیلی از افراد از من سوال کردن که چرا اینقدر تشخیصهای اوتیسم زیاد شده، چرا اینقدر اوتیسم تعدادش زیاد شده. اینطوری نیست، قضیه این هست که به هر حال تشخیصهای بهتر و دقیقتری داده میشه، آگاهی ها بیشتر شده و علاوه بر این اوتیسم رو در حال حاضر به عنوان یک اختلال مطلق بهش نگاه نمی کنن. اوتیسم رو به عنوان یک طیف بهش نگاه می کنن در حال حاضر و به همین علت از طیف خفیف تا شدید رو ما می تونیم تشخیص گذاری بکنیم و بنابراین خب حوزه گسترده تری از افراد رو در بر می گیره در حال حاضر و خب تعداد بیشتری ما می بینیم که مبتلا هستن و در واقع تعداد بیشتری رو تشخیص می دیم. خب توی حوزه مشکلات اجتماعی که مطرح کردم و گفتم که یکی از مواردی که این افراد مشکل دارن، یعنی افرادی که سندروم آسپرگر و اوتیسم رو دارن، توی حوزه مشکلات اجتماعی هست. به چه شکلی دیده میشه؟ معمولاً بی‌علاقگی زیادی نسبت به دیگران دارن و تنهایی رو ترجیح میدن این افراد. این بیعلاقگی به این شکل نیست که حالت خجالتی بودن رو داشته باشن و یا اون چیزی که ما توی فوبیای اجتماعی یا هراس اجتماعی مشاهده میکنیم باشه. این یک نوع بیعلاقگی هست نسبت به دیگران. تماس چشمی اونها عادی نیست، یعنی خیلی زیاد از اینکه تماس چشمی برقرار بکنن فرار میکنن، حذر میکنن. معمولا نمیبینیم که تمایلی به برقراری تماس چشمی داشته باشن و یا اینکه به صورت افراطی این کار رو انجام میدن. یعنی وقتی که باهاشون روبرو میشین به قدری به شما زل میزنن که حس میکنین که داره به نوعی اون حریم شخصی شما از بین میره. بنابراین یه تماس چشمی غیر عادی رو برقرار میکنن. معمولا توی برقراری دیالوگ ها شما اینو حس میکنین که نمیتونین باهاشون دیالوگی رو برقرار بکنین، انگار که به یه شکل مونولوگ دارن با شما صحبت میکنن و خب چیزی که باهاش روبرو هستیم این هست که معمولا رعایت نمیکنن، کلام شما رو خیلی قطع میکنن و شما حس نمیکنین که یه ارتباط کلامی درستی رو میتونین باهاشون برقرار بکنین. خیلی از افرادی که دچار اوتیسم و یا سندروم آسپرگر هستن توی هر دو اینها این مسئله دیده میشه که نمیتونن احساسات و هیجانات و تفکرات فرد مقابلی رو که باهاش در ارتباط هستن حدس بزنن و در نتیجه خب میدونین که این خیلی اهمیت داره و به هر حال یه بخشی از ریاکشن های ما مربوط میشه به این حدس زدن، این که مثلا وقتی که این حرف رو میزنیم یا این حرکت رو میکنیم ممکنه که فرد مقابل در واقع چه واکنشی نشون بده. اونها نمیتونن این مسئله رو به راحتی حدس بزنن و درک بکنن و در نتیجه روابطشون دچار مسئله میشه. معمولا این افراد نمیتونن از حالت چهره احساس و هیجان فرد مقابل رو درک بکنن و خب باز هم یه بخشی از رابطه رو از دست میدن و نمیتونن که ارتباط صحیح رو با طرف مقابلشون برقرار بکنن. برای اونها قابل قبول نیست که میتونه توی فکر یک فرد نگرش ها و تفکرات متفاوتی از اونها وجود داشته باشه و برای اونها توی اون ارتباط اجتماعی که تشکیل میدن این مسئله در نظر گرفته نمیشه، خب و دچار مسائل و مشکلاتی میشن قطعا. خب
یه دسته دیگه ای از مشکلاتی که در افراد آتیزم یا اوتیسم و افراد آسپرگر ما مشاهده می کنیم، مشکلاتی هست که توی حوزه ارتباطی این افراد دارن. خب توی حوزه ارتباطی ما می بینیم که خیلی گفتار توتیواری دارن، به خصوص ما این رو توی اوتیسم می بینیم، ما توی آسپرگر این مسئله رو نمی بینیم. یعنی بدون اینکه درک بکنن کلام رو، فقط اون رو تکرار میکنن، مثل یک طوطی بدون اینکه مفهومش رو بدونن تکرار میکنن. ما واژه سازی رو داریم توی افرادی که آتیزم هستن، اوتیسم دارن، توی آسپرگر این رو نداریم و میبینیم که یه سری کلماتی که فقط برای خودشون معنا داره رو مورد استفاده قرار میدن. یک نوع درک تحت و لفظی رو توی این افراد ما میبینیم. مثلا وقتی که جمله رو میشنون که مثلا بهشون گفته میشه که فلانی زمین خورده، اونها اینطور فکر میکنن که واقعا اون فرد زمین رو خورده. یعنی یک درک تحت و لفظی رو از جملاتی که میشنون رو ما در اینها میبینیم که خب حالا باز مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه. تأخیر زبانی رو ما توی اوتیسم داریم، همینطور که خدمتون عرض کردم، و توی آسپرگر چنین چیزی رو نمیبینیم. معمولا این افراد توی مسائل ارتباطی که دارن میبینیم که اون گفتار و کلام رو توی موقعیتی که از لحاظ محیطی و اجتماعی مناسبتی با اون گفتار و کلام نداره مورد استفاده قرار میدن، که خب باز اونها رو توی ارتباطشون با دیگران دچار مشکل میکنه. خب گفتیم که یکی دیگه از حوزه هایی که این افراد درش دچار مشکل میشن، اون علاقه خاص و شدیدی هست که نسبت به بعضی از رفتارها دارن و بیشتر این رفتارها رفتارهای تکراری هست. مثلا تکون دادن دستها به صورت تکراری توی اینها خیلی دیده میشه، که بیشتر توی افراد مبتلا به اوتیسم ما این مسئله رو میبینیم. یا مثلا چرخیدن رو خیلی توی این افراد میبینیم، توی این بچه ها به خصوص، بچه هایی که مبتلا به اوتیسم هستن میبینیم. یا مثلا یه سری علائق وسواسی رو توی اینها میبینیم، خیلی دوست دارن که اجناسی رو جمع بکنن، مثلا حالا سنگای ریزی رو جمع بکنن، یا مثلا حشراتی رو جمع بکنن، یا یه سری اطلاعاتی رو در مورد یک موضوعی به طرز عجیب و غریبی جمع آوری بکنن. مثلا ممکنه که ساعت ورود و خروج قطارها رو توی یک شهر شروع بکنن به اینکه پیدا بکنن از اینترنت. یعنی یه سری اطلاعاتی که ممکنه به نظرتون بیاد که خیلی عجیب و غریب باشه، بچه های آتیزم خیلی وقتا دیده میشه که علاقه مندن که اونها رو جمع آوری بکنن. رفتارهای تکراری، یا مثلا اینکه وقتی یک اسباب بازی رو به دستشون میدین، یه بخشی از اون اسباب بازی رو باهاش بازی میکنن، مثلا چرخ ماشین رو فقط باهاش بازی میکنن، با خود ماشین بازی نمیکنن. و یا خیلی علاقه مندن که مات و مبهوت بشن به یک سری وسایل الکتریکی که چرخش توش وجود داره، مثل پنکه یا مثلا لباسشویی. حتی اینها جزء علائق کودکان آتیزم هست که معمولا ما میبینیم. معمولا این کودکان نسبت به اینکه یک تغییری توی زندگیشون اتفاق بیفته خیلی عصبی و پرخاشگر عمل میکنن، خیلی پذیرا نیستن و مقاومت دارن نسبت به این مسئله. چیزی که توی اینها میبینیم این هست که گاهی وقتا یک در واقع اطلاعات و یافته های عجیب و غریبی رو توی اینها میبینیم. یعنی میبینیم که گاهی وقتا یک حافظه خیلی فوق‌العاده‌ای رو از خودشون نشون میدن، یا خیلی عجیب و غریب دانشمندگونه راجع به یه سری اطلاعات رفتار میکنن، که انگار که یه دانش خیلی حیرت انگیزی در مورد بعضی از مسائل دارن، مثلا راجع به یه بخشی از تاریخ، یا مثلا راجع به تاریخ‌های دقیق حوادث تاریخی. یه دانش خیلی فزاینده‌ای رو توی این افراد ما مشاهده می‌کنیم.
همینطور که گفتم تغییر اذیتشون میکنه و یک نیاز خیلی مفرطی به یک نواختی دارن، تمایل زیادی دارن به اینکه اطرافشون خیلی یک نواخت و یک جور و روتین برگزار بشه. اما یک سری از خصوصیات هم هست که حالا جدای از خصوصیات کلی که ما توی این افراد مشاهده میکنیم که گفتیم حالا مشکلات ارتباطی و مشکلات اجتماعی و یه سری علاقه خاص رو در بر میگیره، میتونیم یه سری خصوصیات خیلی خاص دیگری رو هم در مورد اینها مطرح بکنیم. حالا به خصوص بچه های آتیزم رو دارم راجبش صحبت میکنم و اون هم در واقع مسئله مثلا ابتلا به بیماری سر هست که بعضی وقتا توی بچه های آتیزم مشاهده میکنیم، یا مسئله بهره هوشی کم یا متوسط این بچه ها هست که حالا ناتوانی های یادگیری رو هم ما توی اینها همینطور که عرض کردم خدمتون مشاهده میکنیم. گاهی وقتا رفتارهای خود ناسزاگویی رو توی اینها میبینیم که دائم با خودشون حرف میزنن و ناسزاهایی رو به خودشون روا میدارن. ما چنین چیزی رو توی بچه های آتیزم گاهی وقتا دیده میشه، یه چنین مسئله. یکی از چیزهای دیگه که خیلی وقتا توی بچه های آتیزم مشاهده میکنیم حساسیت بیش از حدشون هست نسبت به زبری و نرمی یا نسبت به سردی و گرمی یا نسبت به مثلا مزه ها، نسبت به بوها. یعنی انگار که یک اوورسنسیتایز هستن نسبت به کلیه حواس بساواییشون این بچه های آتیزم، که حالا واکنش ها و مسائل مختلفی رو میتونه توی سیستم تربیتی اونها ایجاد بکنه. خب و اما آسپرگرها، آسپرگر ها رو خب ما بیشتر توی بزرگسالان میبینیم، به این علت که خب حالا این رو من فراموش نکنم خدمتون بگم که معمولا تشخیص اوتیسم رو ما تا قبل از 18 ماهگی در واقع میتونیم بگذاریم، در واقع یعنی از 18 ماهگی تا 3 سالگی خیلی مشخص هست و برای تشخیص آسپرگر معمولا تا قبل از 6 سالگی امکان تشخیص خیلی کم هست و بیشتر بعد از 6 سالگی هست که میتونیم تشخیص دقیق تری رو در مورد آسپرگر بدیم و گاهی وقتا توی دوران بزرگسالی هست که تشخیص آسپرگر داده میشه. اما آسپرگرها چجوری هستن؟ تأخیر زبانی رو ما توی آسپرگرها نداریم معمولا، معمولا خیلی شمرده و دقیق صحبت میکنن افرادی که دچار آسپرگر هستن. علایق خاص رو توی اونها میبینیم، مثلا اینکه بخوان یک کالکشنی از پرچم کشورها داشته باشن یا یک اطلاعات خیلی زیادی از پرچم کشورها داشته باشن، اطلاعات خیلی خاصی در مورد ساعت‌های رفت آمد پروازها داشته باشن، راجب رفت آمد ساعت‌های رفت آمد قطارها اطلاعات داشته باشن. من میبینم که گاهی وقتا این دانش‌های خیلی خاص توی بعضی از این افراد به صورت خبرهای خیلی خاص و مورد توجه توی خبرهای اینترنتی گاهی وقتا میبینم که خب اینها نشان دهنده میتونه از علائم وجود آسپرگر باشه توی این افراد. و خیلی از این آدمها، خیلی از این افرادی که سندروم آسپرگر دارن، تمایل زیادی دارن به اینکه بخوان با بزرگسالان طرف صحبت بشن، حالا حتی اگر که کودک هستن. ما چنین چیزی رو میبینیم، رفتارهای خیلی سلطه‌جویانه، رئیس معابانه توی آسپرگرها ما مشاهده میکنیم و خیلی وقتا کارهای عجیب و غریبی توی رفتارهای اجتماعیشون انجام میدن. خیلی از آسپرگرها هستن که گاهی وقتا دچار انزوای اجتماعی هستن و خیلی از اونها هستن که به صورت مزاحمت‌های اجتماعی با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنن و میبینیم که یک افراط و تفریط توی رفتارهای اجتماعی اونها گاهی مشاهده میشه. خیلی دوست دارن که کارها رو به صورت تکراری و روتین
بخوان انجام بدن. بنابراین توی مشاقلی که روتین وجود داره اونها میتونن خیلی خوب عمل بکنن. توجه زیادی به جزئیات دارن و حافظه قوی رو توی اینها میبینیم و حتی گاهی وقت رو میبینیم که یک تمرکز بسیار بسیار مدتدار و طولانی مدت رو میتونن روی یک تکلیفی داشته باشن که خب این باعث میشه که بتونن قدرت زیادی برای انجام یه سری از کارها داشته باشن. معمولا آسپرگرها ضریب هوشی متوسط و یا بالاتر از متوسط رو از آن خودشون دارن و بنابراین ما خیلی وقتا توی شخصیت‌های علمی، توی دانشمندها این سندروم رو گاهی وقتا می‌بینیم که اونها دارن. یعنی می‌بینیم که حالا من خیلی از والدینی رو دیدم که فرزندانشون آسپرگر دارن و خیلی نگرانشون هستند والدینشون و من همیشه این مثال رو براشون میزنم که خیلی از دانشمندها این اختلال رو داشتن، این سندروم رو داشتن به این علت که یه سری استعدادهای خاص دارن این افراد. خب همینطور که خدمتتون عرض کردم اوتیسم رو تا 3 سالگی معمولا از 18 ماهگی یعنی کمترین سنی که میتونیم تشخیص بدیم 18 ماهگی هست تا 3 سالگی تشخیص داده میشه و آسپرگر رو هم که خدمتون عرض کردم تا بعد از 6 سالگی و گاهی وقتا هم بزرگسالی تشخیص داده میشه. این که تقسیم بندی جنسیتی این دوتا اختلال به چه شکل هست معمولا نسبت ظهور این اختلال اوتیسم توی زنها 1:4 هست در مقایسه با مردها و یعنی مردها 4 برابر زنها مبتلا هستند و راجب آسپرگر نسبت زنان به مردان 1:9 هست، در واقع 9 برابر زنان مردان آسپرگر رو ما میبینیم که توی جامعه نرمال مبتلا هستن. و اینکه حالا خیلی اهمیت داره ارزیابی های تشخیصی که روی این افراد صورت میگیره به این علت که حالا اینکه فرد چقدر توی 3 تا حوزه که راجبش صحبت کردم نابهنجاری دیده میشه، با چه شدتی دیده میشه، منظور 3 حوزه ارتباطی و اجتماعی و رفتارهای تکراری هست، خب خیلی میتونه تعیین کننده باشه که راجب زندگی روزمرهش، مسائل تحصیلیش، مسائل شغلیش فرد به چه نحو عمل بکنه. بنابراین ارزیابی تشخیص خیلی اهمیت داره و بعضی وقتا این افراد قدرت‌های حالا یعنی میتونم بگم که نقطه ضعف‌ها و نقاط قوتی دارن. اینکه حالا حافظه قوی داشته باشن، اینکه حالا بتونن به صورت مداوم تمرکزشون روی یک تکلیفی در طولانی مدت حفظ بکنن و یا اینکه به جزئیات توجه داشته باشن، اینکه بتونن تکلیف‌های سیستماتیک رو خیلی خوب انجام بدن، در واقع به اونها یه قدرتی رو میده که میتونن توی بعضی از حوزه‌ها از خودشون استعدادهایی رو نشون بدن. حالا به خصوص توی حوزه‌هایی که سیستماتیک میتونن عمل بکنن، مثلا موسیقی، مثل ریاضیات، حتی مثل علوم محض، معمولا این افراد خیلی خوب میدرخشن. منظور من آسپرگر ها هستن و بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یک فرد آسپرگر خیلی ناتوانه و نمیتونه کارهاشو انجام بده. حتی راجع به آتیزم ها هم همینطور، یعنی لازمه که ارزیابی تشخیصی داده بشه. اینکه دوستی از من سوال کرده بودن، امیدوارم که این برنامه رو ببینن چون حتما بهشون گفتم که در این مورد صحبت خواهم کرد، اینکه آیا رابطه عاطفی برای این طیف از افراد، حالا چه افرادی که آتیزم دارن چه آسپرگر دارن، مناسب خواهد بود؟ اصلا نمیتونیم به صورت کلی این رو مطرح بکنیم، برای اینکه اینا یه طیف هستن و بسته به اینکه چقدر در چه حدودی قرار دارن میتونیم که این پاسخ رو بدیم. هرچند که معمولا این افراد
خودشون تمایلی نشون نمیدن برای برقراری ارتباط عاطفی و معمولا دیده میشه که از طرف خانواده هاشون هل داده میشن به این سمت و معمولا هم دیده میشه که توی ارتباطاتشون یا حالا اگه همسری دارن معمولا همسر اونها شاکی هست و خب این در حالی هست که نمیتونه تغییری ایجاد بشه و خب اگر که فرد مقابلی که باهاشون ازدواج کرده یا پارتنرشون هست اطلاعی از این اختلال نداشته باشه و اصلا ندونه که این فرد مبتلا به این اختلال هست که خب خیلی اذیت خواهد شد و اون پلن هایی که برای زندگیش خواهد داشت قطعا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین اگر چنین فردی در اطراف شما وجود داره، مثلا اگر خواهری دارین، برادری دارین، دوستی دارین که مبتلا به این اختلالات هست، برای اینکه بتونه تصمیم بگیره در مورد این مسئله لازمه حتما ارزیابی تشخیصی بشه، لازمه حتما کمک گرفته بشه برای اینکه ببینیم اصلا تشکیل یک رابطه عاطفی براش مناسب هست، آیا خودش میتونه از پس اون مسئله بر بیاد، آیا خودش در حدی هست که نابهنجاری هاش توی حوزه مشکلات ارتباطی و اجتماعی در حدی هست که اصلا توان برقراری ارتباط عاطفی رو داشته باشه یا نه. بنابراین این مسئله اهمیت خواهد داشت، به خصوص که اختلالاتی مثل اوتیسم و آسپرگر اختلالات مادام العمری هستند، به این علت که وابسته به سیستم مغز هستند و ما این رو باید بدونیم که اوتیسم و آسپرگر پایه بیولوژیک دارن، پایه در واقع در مغز فرد از مغز فرد ناشی میشن و در واقع میتونیم بگیم که یک اختلالی هست که هم به لحاظ ژنتیکی تحت تاثیر قرار گرفته، هم از محیط تحت تاثیر قرار گرفته. اینکه واقعا محیط چه تأثیری در پیدایش این اختلال داشته هنوز مشخص نیست، خیلی تئوری‌های مختلفی براش مطرح میشه و حتی گفته میشه گاهی وقتا که بر اثر تغییرات مغزی که روی مغز نوزاد و حالا جنینی که به دنیا نیومده گذاشته میشه این اختلالات ایجاد میشه که هنوز مشخص نیست. حتی دیده شده که گاهی وقتا تغییراتی رو اینها داشتن از لحاظ حالا به خصوص حالا با گذشت سن، مهارت‌های اجتماعی و یادگیری‌هایی که صورت میگیره تغییراتی رو در اونها تشکیل میده، اما این تغییرات تغییرات بنیادی نیست و نمیتونیم بگیم که یک علاجی صورت گرفته، این یک اختلال مادام العمر. در نظر داشته باشیم که حتی برای آسپرگر بعضی از متخصصا معتقد هستن که این یک خصوصیت شخصیتی هست، انگار مثل یک خصوصیت شخصیتی در وجود فرد وجود داره. این اصطلاح رو به کار میبرن و دلیل به کار بردن این اصطلاح از طرف متخصصا این هست که میخوان نشون بدن که چقدر تغییر ناپذیری وجود داره توی این افراد و چقدر ثبات داره این وضعیت آسپرگر اونها و حالا به صورت توجه به جزئیات یا حساسیت های حسی خیلی زیاد رو میتونیم توی این افراد ببینیم که تغییر نمی کنه. ولی خب حالا یک سری از مهارت های اجتماعی بر اساس یادگیری های اجتماعی و با گذشت سن ممکنه که در اونها تغییر بکنه، ولی خود ماهیت آسپرگر به هیچ عنوان عوض نخواهد شد. خب طبیعتاً اینکه والدین آگاهی داشته باشن راجع به این اختلال بسیار بسیار میتونه مهم باشه، برای اینکه میتونن کمکهایی رو دریافت بکنن. قطعا رها کردن این بچه ها کار درستی نیست، مطمئنا توی حوزه های مختلفی میشه به این بچه ها کمک بشه و حمایت های اجتماعی که بچه ها میتونن دریافت بکنن میتونه قطعا تغییراتی رو براشون توی اون کیفیت زندگی که خواهند داشت ایجاد بکنه. این نکته رو من میخوام خدمتون عرض بکنم، حالا چون مبحث آسپرگر رو هم راجبش صحبت کردم خوبه که عنوان بکنم، به خصوص چون آسپرگر رو توی بزرگسالی معمولا تشخیص میدن. دانشجوهایی هستن که مبتلا به آسپرگر هستن
و ما مشکلاتی رو توی اونها میبینیم. اینها افرادی هستند که خیلی دلشون نمیخواد توی کلاس ها شرکت بکنن، علاقه ای به شرکت توی سمینار ها ندارن و خب با مشکل مواجه میشن اگر که تشخیص داده نشن و اگر که دانشگاه و سیستم دانشگاه درک نکنه که لازمه که به اونها تو این زمینه کمک بکنه. این مسئله ممکنه گاهی وقتا باعث بشه که اونها بخوان ترک تحصیل بکنن و اگه ما بتونیم به موقع بهشون کمک بکنیم و تشخیص بدیم و خیلی وقتا با دانشگاه در میون بذاریم این مسئله رو، میتونیم که جلوی ترک تحصیل اونها رو بگیریم. این که حالا اونها قالبای آموزشی خاصی دارن، معمولا آسپرگر ها با بقیه افراد برای آموزش دیدن متفاوت هستن. معمولا این بچه ها ترجیح میدن توی سکوت کار بکنن، ترجیح میدن که حداقل تغییر رو داشته باشن، حتی اگر این تغییر مربوط باشه به محلی که میشینن، صندلی که میشینن روش، نوری که برای اونها وجود داره تو اون اتاق وقتی مطالعه میکنن، لازمه که تغییری وجود نداشته باشه. در واقع ترجیح میدن که اون مکانی که درش حضور دارن مکان آرومی باشه، با روش خاصی درس بخونن. ترجیح میدن که یادداشت برداری نکنن، چون نگران این هستن که جزئیاتی رو از دست بدن، چون براشون خیلی جزئیات اهمیت داره. افرادی که دچار آسپرگر هستن خیلی علاقه‌مندن که مطالب رو دوباره بازنگری بکنن و خودشون میخوان همه چیز رو متوجه بشن و توضیح بخوان در موردش و همینجوری حاضر نیستن که این مطلبی رو رها بکنن. و خب اصلا از اینکه کسی مزاحم اونها بشه خوششون نمیاد، اصلا دلشون نمیخواد که کسی بتونه حواسشون رو پرت بکنه. و معمولا وقتی که یک کاری رو انجام میدن افراد آسپرگر، براشون اصلا راحت نیست که اون کار رو رها بکنن. حالا مثلا برن غذا بخورن یا دستشویی برن، معمولا اون کار رو ادامه میدن و به هیچ عنوان سعی میکنن قطعش نکنن. اینها ما توی این افراد اینو میبینیم. معمولا افرادی که دچار آسپرگر هستن اصلا خوششون نمیاد که یه فرد دیگه‌ای در مقابلشون ظاهر بشه و بخواد که سر صحبت رو باهاشون باز بکنه. معمولا از این مسئله اصلا خوششون نمیاد و دوری میکنن. اینو دقت داشته باشیم که توی بچه های حالا بزرگسالان دانشجویی که آسپرگر دارن، اصلا به این کار نداشته باشیم که اونها چجوری یاد میگیرن. اون چه که باید برای ما مهم باشه اینه که اونها به روش خودشون یاد میگیرن. این بسیار بسیار اهمیت داره. خب پس همینطور که خدمتون عرض کردم، این مسئله خیلی اهمیت داره که بدونیم توی افراد آتیزم و آسپرگر ما میتونیم استعدادهایی رو مشاهده بکنیم و گاهی وقتا علایق اونها و حالا حافظه قدرتمندشون، توجه کردنشون به جزئیات و مدل تمرکز کردن اونها بهشون کمک میکنه که توی مسائلی همینطور که خدمتتون عرض کردم، دانش‌هایی که نیاز به یک در واقع برخورد سیستماتیک داره خیلی خوب عمل بکنن. خب خیلی از دوستان سوالاتی برای من مطرح کرده بودن که نشون میده که یه سری نگرانی هایی دارن در مورد اینکه آیا مثلا فرزندشون دچار آتیزم هست، آیا که من میخوام یه مثال هایی رو بزنم. اگر بخوایم توی دوره رشدی نگاه بکنیم توی سنین مختلف، که حالا هر کدوم از بچه ها توی سنین مختلف چه واکنش هایی رو نسبت به محرک های بیرونی از خودشون نشون میدن، میتونیم این مثال ها رو بزنیم که شاید کمک کننده باشه در وهله اول، برای اینکه اگر مشاهده کردین علامتی رو، زنگ خطری باشه برای اینکه حتما به متخصص مراجعه بکنیم و برای ارزیابی های بیشتر که اگر حالا آتیزمی وجود داره به موقع بتونین کمک های اولیه رو برای بهتر کردن کیفیت زندگی فرزندتون ایجاد بکنه. معمولا ما توی 14 ماهگی بچه ها اینو میبینیم که یک توجه مشترک توی کودک 14 ماهه وجود داره. توجه مشترک یعنی چی؟ یعنی مثلا
به صورت ها توجه میکنه یه کودک 14 ماهه. یا این رو ما میبینیم که وقتی که به چیزی اشاره میکنه بهش نگاه میکنه، یا اگه شما به چیزی اشاره بکنین نگاه شما رو دنبال میکنه. این مسئله رو ما بهش میگیم توجه مشترک. توی یک کودک 14 ماهه نرمال ما این مسئله رو میبینیم، ولی توجه مشترک رو ما توی کودکی که دچار آتیزم هست یا آسپرگر مشاهده نمیکنیم معمولا. اما نمی بینیم که به مسیر نگاه بکنه، دنبال بکنه یا چهره رو دنبال بکنه. ما چنین چیزی رو توی فردی که کودکی که دچار آتیزم یا آسپرگر هست مشاهده نمی کنیم. توی کودک 24 ماهه ما معمولا بازی های وانمودی رو داریم. یعنی مثلا اگر بزرگسالی با اونها بازی بکنه، مثلا نقش یه حیوان رو به عهده بگیره، مثلا نقش یک سگ رو به عهده بگیره یا یه شی بشه، یه کودک 24 ماهه تشخیص میده که این واقعی نیست و لذت میبره از بازی های وانمودی. ولی کودکی که دچار آتیزمه یا آسپرگره این رو تشخیص نمیده و هیچ لذتی از بازی های وانمودی نمیبره. یه نکته دیگه هم وجود داره برای این آزمایش، و اونم این هست که ما توی کودک 3 ساله یک علامتی رو میبینیم، یه آزمایشی میتونیم انجام بدیم. معمولا کودک 3 ساله اگه ما یه جعبه رو بهش بدیم و خودمونم حضور داشته باشیم، اون میدونه که کسی که نگاه بکنه تو اون جعبه میتونه بدونه که تو اون جعبه اون شیی که پرسیده میشه وجود داره یا نه. یعنی در واقع اون میدونه که کسی که تو جعبه نگاه میکنه میتونه پاسخ بده که اون شی توی جعبه هست یا نه. اما کودکی که دچار آتیزم و یا آسپرگر هست نمیتونه این رو تشخیص بده و خودش به صورت خودکار یاد نمیگیره چنین چیزی رو. ما باید این مفهوم رو بهش یاد بدیم. این در واقع مفاهیمی هست که توی کودک آتیزم و آسپرگر شکل نمیگیره، اما توی کودک نرمال ما چنین چیزی رو میبینیم. معمولا یکی دیگه از علامت هایی که میبینیم اینه که کودک آتیزم و آسپرگر اگه داریم یه داستانی رو براش تعریف میکنیم نمیتونه احساس ها و هیجانات و شخصیت های داستان ها رو دنبال بکنه. ممکنه که تغییرات فیزیکی، لباسایی که اونها میپوشن یا رنگ هاشون رو بتونه تشخیص بده، دنبال بکنه، ولی احساسات و هیجانات اونها رو نمیتونه دنبال بکنه توی داستان. این رو دقیقا توی کودک آتیستیک و آسپرگر مشاهده میکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که مشاهده میکنیم، حالا توی اون سیر رشدی که مشاهده میشه، توی کودک 4 ساله نرمال ما میبینیم که مفهوم فریب دقیقا شکل میگیره و میتونه تشخیص بده و میدونه که خودش میتونه کسی رو فریب بده توی ارتباطاتش، حالا تو بازیهاش، و میدونه که فریب یعنی این که یعنی مفهومش رو درک میکنه که یه فردی رو به صورت توی موقعیت غیر واقعی قرار دادن در واقع. این رو متوجه میشه. ولی کودکی که آتیزم داره، آسپرگر هست، این مسئله رو متوجه نمیشه، فریب رو درک نمیکنه. و خیلی وقتا میبینیم که یه کودک 4 ساله که آتیزم داره ممکنه که تحت استثمار قرار بگیره، مورد سوء استفاده قرار بگیره و اذیت بشه توی روابط. این رو خیلی ممکنه که مشاهده بکنیم و میبینیم که این بچه ها معمولا بچه هایی هستن که خیلی زود باور هستن توی رفتارهای اجتماعیشون. خب توی سیر رشدی که ما برای کودکان داریم راجبش صحبت میکنیم، در مورد کودک 9 ساله مثلا اگه بخوایم تشخیص بدیم، این رو میبینیم که کودک 9 ساله نرمال معمولا بایدها و نبایدهای اجتماعی رو تشخیص میده. مثلا میدونه که اگر این حرف رو بزنه ممکنه که چه پیامدهایی وجود داشته باشه، یا این حرف مناسب این مکان نیست و نباید اون رو مطرح بکنه. این رو ما توی کودک 9 ساله نرمال داریم. اما یک کودکی که تشخیص آسپرگر میگیره توی سن 9 سالگی،
در حالی که از لحاظ بهره هوشی به اندازه حالا فرض بکنیم که یک کودک 9 ساله هست، اما از لحاظ تشخیص باید نباید های اجتماعی در حد یک کودک 9 ساله نرمال نیست و ممکنه که رفتارهایی رو انجام بده که نشون بده به ما نمیدونه که این بایدها و نبایدهای اجتماعی توی اون شرایطی که قرار گرفته چه چیزی هست. علاوه بر اون، خب ما میبینیم که توی کودک 9 ساله عادی اینکه بتونه از روی چهره افراد متوجه بشه هیجانشون و احساسشون رو وجود داره و بر اساس اون ریاکشن وجود داره نشون بده. اما خب توی کودکی که دچار آتیزم هست یا آسپرگر هست ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. خب دقت داشته باشیم که آموزش پرورش ویژه و حمایت‌های خانوادگی که از این بچه‌ها میشه خیلی اهمیت داره توی کیفیت زندگیشون و اینکه حالا چه سیری رو بخوان طی بکنن. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما بتونیم به موقع تشخیص بدیم و بتونیم کمک بکنیم به این بچه‌ها. خیلی چیزها میتونه بهشون کمک بکنه. مثلا یکی از مداخلاتی که خیلی کمک کننده هست موسیقی درمانی هست. موسیقی درمانی به این علت که خیلی سیستماتیک میاد عمل میکنه و این بچه ها معمولا بچه هایی هستن که مغز سیستماتیکی دارن، خب میتونه توی تحلیل و تقلید بهشون کمک بکنه و براشون هم لذت بخش باشه و بهشون کمک بکنه برای اینکه بتونن با دنیای بیرونیشون در ارتباط قرار بگیرن. علاوه بر اون یک نوع مداخله دیگه که برای اینها کارساز هست هنر درمانی هست، به خصوص که توی بچه های آتیزم تفکر به صورت دیداری براشون خیلی خیلی قابل درکتر هست. بنابراین مثلا نقاشی خیلی براشون کمک کننده هست بچه هایی که آتیزم دارن. یا یکی دیگه از مداخلاتی که براشون خیلی تجویز میشه گفتار درمانی هست. حالا علاوه بر این که گفتار درمانی توی مسئله تأخیر زبان میتونه بهشون کمک بکنه، حالا فقط این نیستش که یه سری کلمات و اینها رو بهشون یاد بده، بلکه چیزی که خیلی اهمیت داره اون پیوند مشترکی که راجبش صحبت کردیم، اون از میخوام توجه مشترکی که راجبش صحبت کردیم رو گفتار درمانگر کمک میکنه برای اینکه کودک آتیزم بهش دست پیدا بکنه. حالا با اون تمرین هایی که انجام میده، به خاطر اینکه پایه و اساس اون ارتباط اجتماعی که کودک آتیزم نیاز داره که داشته باشه همین توجه مشترکی که هست که باید ازش برخوردار باشه. من توضیح دادم خدمتتون که منظور از توجه مشترک چی هست و توی گفتار درمانی حالا علاوه بر اینکه عبارتهایی رو بهش یاد میدن این مسئله هم وجود داره که خب کمکش میکنه برای اینکه بتونه دیالوگ برقرار بکنه، روابط اجتماعی داشته باشه. علاوه بر اون خب توی گفتار درمانی راجب اون درک تحت و لفظی که خدمتون عرض کردم که توی این بچه ها دچار مشکل هست هم اینها کمک میگیرن. مثلا اینکه بتونن کنایه ها رو درک بکنن، استعاره ها رو درک بکنن بهشون کمک میشه. و یکی دیگه از مداخلاتی که خیلی میتونه براشون کمک کننده باشه همینطور که گفتم مداخلات سیستمیک خیلی به اینها کمک میکنه. یک سری حرکت های فیزیکی گروهی هست که اگر به صورت منظم انجام بشه خیلی میتونه به بچه های آتیزم کمک بکنه. و علاوه بر اون خب رفتار درمانی ها هم میتونه به این بچه ها کمک بکنه برای اینکه کیفیت بهتری برای زندگیشون رقم بخوره و بتونن استعدادهایی رو که این بچه ها دارن کانالیزه بکنن به سمت و سوی که لازمه، برای اینکه خب تلاش بکنیم که اونها رو توی محیط قرار بدیم برای اینکه مشکلات کمتری رو تجربه بکنن، فشارهای کمتری رو متحمل بشن و بهنجاری های بیشتری رو از خودشون نشون بدن و حالا مشکلات شغلی و تحصیلی کمتری داشته باشن.
حالا با توجه به اون سه حوزه‌ای که خدمتون عرض کردم که معمولا این بچه ها دچار مشکل هستن. من امیدوارم که توضیحاتی که خدمتون عرض کردم تونسته باشه سوالاتی رو که حالا پرسیده بودین جوابگو باشه. اگر سوالی داشتین در خدمتون خواهم بود. اگر نیاز به جلسات مشاوره داشتید هم در خدمتون هستم. جلسات به صورت در حال حاضر به صورت آنلاین برگزار میشه با توجه به شرایط. اگر سوالی داشتید و یا نیاز به جلسات مشاوره داشتید میتونید با شماره 604-818-3071 تماس بگیرید و یا برای من پیغام بگذارید. حالا توی واتساپ یا تلگرام یا توی مسنجر میتونید برای من پیغام بگذارید. دوستانی هستند که بیمه های تکمیلی، بیمه های شغلی یا بیمه های دانشجویی دارن میتونن با من تماس بگیرن، من خدمتشون عرض بکنم که چطور میتونن از این بیمه ها استفاده بکنن. دوستانی هم هستن که تحت پوشش برنامه سیبپ هستن از طرف سازمان ویکتیم سرویسز، باز هم میتونن با من تماس بگیرن، من خدمتشون عرض میکنم که چطور میتونن از این برنامه استفاده بکنن. و دوستانی هم هستن که تحت پوشش ICBC اخیراً اگر تصادفی داشتن میتونن که تا سقف 12 جلسه جلسات مشاوره و روان درمانی رو با پرداخت خود کمپانی ICBC بدون اینکه خودشون پرداختی داشته باشن ازش استفاده بکنن. در خدمتون خواهم بود تا برنامه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. روز روزگار همگی شما خوش. خدا نگهدار.